فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه. مرا هزار امید است و مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی. دلم زهرچه به غیر از تو بود خالی ماند، دلم زهرچه به غیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار توی. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص آدین شب شما هموطنان عزیزمون در ایران به خیر و شادی باشه. از خداوند میخوام که خداوند شما عزیزان رو برکت بده، هرچند چه بسا روزی داشتید که در اون هیجانی بوده، در اون روز شاید شما تو یک موقعیتهایی قرار گرفتید که نگران شدید، خسته خاطر شدید و یا شادی ها با شما بوده. در هر صورت تو هموطن عزیزم، اگر میل به این داری که سر بر بالشتی که میگذاری درش آرامش و شادمانی باشه، لطفاً لحظه با دعای من در نام عیسی مسیح متحد شد. چه ایمان به مسیح داری و چه هنوز به دنبال این حقیقت هستی و چه بسا که نسبت باورهای گذشته در همون قسمت شما ماندید، فقط کافی است که حقیقت و محبت خدا رو بطلبید و فکر و دل و احساست رو فارغ کن از هر ترسی، از هر نگرانی، از هر کمبودی. درست که مشکلات و سختی ها شاید در ابتدا بعد از این دعا نبینید محو میشه، اما آرامشی که وجود شما رو میگیره دلیل برکتی است که خدا میخواد به تو هموطن عزیزم بده. پس قبل از اینکه بخوایم پاسخگوی تلفن ها باشیم در برنامه امید جاودان و همچنین نسبت به کلام خداوند سخنی رو بگیم، تشویقتون میکنم با من هم دعا بشید. به طور خاص میخوایم برای مبتلایان به ویروس کرونا که میدونیم متاسفانه در ایران شدتش بسیار بالا هست، البته در خیلی از نقاط دنیا، در آمریکا هم همین گونه هست، اما خوشبختانه واکسن اون کشف شده و در چند ماه آینده چه بسا که به فیض خداوند در دسترس همه قرار بگیره. البته امروز ما شنیدیم متاسفانه پرزیدنت ترامپ و همچنین همسرشون بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ نیز نسبت به ویروس کرونا جواب مثبت گرفتن، اما خفیف هست. پس ایمان داریم که خداوند دست سلامتی و شفا نیز با این پرزیدنتی که دلسوز ملت ایران هست و تا به امروز ما شاهد بر این نبودیم که هیچ رئیس جمهور مانند ترامپ برای مردم ایران دلسوزی کنه، هرچند سوگند برای این نخورده که مدافع مردم ایران باشه، اما سوگند در کنار که برای سرزمینش خونده، سوگند خونده که برای تمام مردم جهان سخنانش بتونه خوب و مفید باشه. لحظه میخوایم دعا کنیم و همچنین میخوام دعا کنم برای مصلحت دل تو هموطن عزیزم و میخوایم دعا کنیم در نام عیسی مسیح قدرت تاریکی نظام اسلامی از ایران نیز دور بشه و به ازای اون آرامش و سلامتی بیاد. پدر آسمانی خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم ای خداوند که فیض و رحمتهای تو هستش که انسان رو در جایگاهی قرار داد تا به شباهت تو رشد کنن. هرچند ای خدا انحراف یافتیم، اما تو با فیضت ما رو دستگیری کردی، تو با محبتت ای خدا ما رو تعقیب کردی و به توسط یگانه پسرت عیسی مسیح ای پدر جان ما رو نجات دادی. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح هموطنان عزیزم رو که ای خدا در سرزمین عزیزمون ایران هستن و دیگر هموطنانی که بیننده این برنامه هستن، تو به آنانی که ای خداوندا به تو رو آوردن و با دعای من اینک متحد شدن نسبت مصلحت‌های دلشون، تو آنان را اجابت کن و نام تو جلال یابد ای مسیح خداوندم، از اینکه با فیضت این ویروس کرونا رو از روی کره زمین پاک کنی، مبتلایان به اون رو ای خداوندا تو با فیضت شفا بدی، همچنین پرزیدنت ترامپ و همسرش رو ای خداوندا تو شفا بده. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح بازم مطابق فیضت سرزمین عزیز ما رو ای خداوندا دو
دور کن از این قدرت تاریکی نظام اسلامی و هموطنان عزیز ما که خداوند نگاه تو بر اونها هستش. تو برای اونها برنامه داری، حقیقت خودت رو بر آنها مکشوف کنی و نام تو جلال یابد در سرزمین عزیز ما ایران. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم، چرا که آنچه که از کلام خداوند یافتیم این هست که آن موقعیت، آن تجویز صحیح، آن کلامی که باعث صلح و آرامش هست مطابق نامه یعقوب 3:17 از طرف خداست که آرامش هست، که قوت هست، که سلامتی هستش. بازم سپاسگزار هستم از مدیران شبکه محبت و از بقیه کارکنان. از شما عزیزان خواهش میکنم همین الان برنامه امید جاودان روی فیسبوک شبکه محبت هستش، روی اینستاگرام شبکه محبت هست، روی یوتیوب هستش. برید لطفا یوتیوب رو سابسکرایب کنید، لطفا فیسبوک رو شیر کنید، همچنین روی فیسبوک کشیش رسول حیدری و ورشیپرز آف کرایست نیز هستش میتوانید شیر کنید تا دیگران مطلع بشن و از کلام خداوند این برکت رو بگیرن. خواهش دیگه این هست عزیزانی که بیننده این برنامه هستید، لطفا وقتی که من دارم برای یک شخصی دعا میکنم، شما نیز با من متحد بشید، چرا که در این اطاعت هست که خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. خواهرمون فاطمه از ایران در خدمتشون هستیم، بفرم خواهش کنم. من صدای شما بسیار ضعیف دارم، بفرمایید خواهش می‌کنم. خواهر فاطمه آیا صدای منو دارید؟ متاسفانه من صدایی از ایشون ندارم. تا تلفن بعدی، یکی از نگرانی‌ها که می‌دونیم الان جهان داره نسبت به جنگیه که بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد شده و شنیدیم که عزیزان ما در آذربایجان تعدادی بودن که به هر حال تظاهرات کردن، اما این هوشیاری رو داشته باشیم، توی بازی‌های جمهوری اسلامی قرار نگیریم. هموطنان آذری عزیز، و این رو می‌دونیم که به هر حال شما هم شاید اقوامی رو دارید در آذربایجان، شاید دوستانی رو دارید، به هر حال همه ما باید نسبت به همدیگه دلسوز باشیم. خود ما نگران ارمنستان و نگران آذربایجان هستیم، نگران هر جایی که جنگ بشه خواهیم بود. اما جمهوری اسلامی بدش نمیاد که شماها رو به جای اینکه مخالف خودش ببینه جای دیگه قرار بده و از شماها سوء استفاده کنه. پس هوشیار باشید. اگر حقیقتاً به دنبال عدالت هستیم که هستید و هستیم، به دنبال آزادی هستید که هستید و هستیم، هوشیار باشیم. اول باید ما خودمون رو رها کنیم، اول باید خودمون رو آزاد کنیم. اینک دولت نظام اسلامی تمام قوم‌ها رو در سرزمین عزیز ما ایران، ملت ایران رو با هر زبانی، با هر فرهنگی به اسارت گرفته. پس شما در ابتدا باید آزادی خودت رو بگیری، در برابر نظام اسلامی بایست که داره با تو سالهاست، 41 سال، با شرف ایرانیان، با آرمان ایرانی، با فرهنگ ایرانی نیز داره می جنگه. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. خواهرمون جمیله از ایران در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام کشیش رسول، درود بر شما، بفرمایید. پاینده باشید خواهر گرامی، بفرمایید. قربونتون برم. می‌خواستم که برای پرزیدنت ترامپ و همسرش دعا کنید، برای تمام مریضا، برای همه دعا کنید که این مریضی بره، این گرفتاری از سرزمینمون نجات بگیریم از دست این آخوندا. آمین. و برای دامادم محمود خواستم دعا کنید. حتما. برای چه موضوعی دعا کنیم برای محمود جان؟ جان مریضه. حتما. مشکل تنفسی داره. خیلی متاسف. خواستم برایش دعا کنید. برای خودمم دعا کنید. ممنون. حتما. اگر محمود جان مایل بودن خوشحال میشم با من تماس بگیرن، مستقیم براشونم دعا میکنم. حتما الانم براشون دعا میکنیم. لطفا لحظه با دعای من متحد بشید. تا هموطن عزیزم که همین الان پای تلویزیون هسته، هر ضعفی که در بدنت هست فقط با دعای من متحد شد. بارها عرض کردیم هیچ انرژی، هیچ قوتی از شبکه محبت به سمت شما نمیاد مگر پیام و کلام امید خداوند. اما خداوند ما عیسی مسیح کنار شماست برای سلامتی و شفا. پس اون رو نیز شما
دریافت کن. هللویای خدای قدوس، هللویای پدر عزیزم، حقیقتا ممنون شوگزار هستیم خودت فرمودید تا خداوند برای مریضان دعا کنیم در نام تو عیسی مسیح تا مریضان شفا یابند، برای رفع مشکلات مردم دعا کنیم تا آنان خداوند به توسط تو یهوه و یایرا مشکلشون حل بشه، نیازشون برطرف بشه. پس اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق آنچه که خداوند خواهرم جمیله گفت به حضورت میارم، خواهر عزیزم رو خدا، قلب خوبش رو، مصلحت‌های دلش رو برای سلامتی و شفای خداوند برادرم محمود، برای سلامتی خودش، برای نیازهاش خداوند و همچنین خداوند رو اعلام کرد برای پرزیدنت ترامپ دعا کنیم و برای همسر او نیز دعا میکنیم که خدا این شفا بر اونها قرار بگیره و همچنین شفای تمام مبتلایان به ویروس کرونا رو تو باشی خدا، آنان را ملاقات کنی، حقیقت تو بر آنان آشکار بشه و محبت تو خدا دلیل شفای آنان بشه. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح خداوند، بازم مطابق آنچه خواهرم جمیله گفت، خدای قدوس تو این نظام ستمگر آخوندی اسلامی رو از سرزمین عزیز ما ایران دور کن و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. درود بر شرف شما خواهر جمیله عزیز که دلت وسیع‌تر از خانواده خودت هست، برای همه اندیشه میکنی. درود بر شرف. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان پرفیض خداوند. خواهد جمعید امید جاویدانم، امید جاویدان فرکانسش رو زیر صفحه بزنید ممنون میشه. حتما شبکه امید جاویدان فعلا یک شبکه اینترنتی هستش، روی جی ال ویز هستیم، از این رو هستش که قبلا روی ماهواره بودیم اما فعلا روی ماهواره نیستیم. دعا کنید که بتونیم روی ماهواره بیایم. اما امروز هم که مهمان شبکه محبت هستیم و این دست دوستی رو عزیزان به ما دارم، من در خدمت شما هستم با محبتی که عزیزان به ما دارم. عزیزه خواهر جمیله، من از شما یه سوال دارم. من از شما یه سوال میتونم از شما یه سوال کنم خواهر جمیله؟ اگر در منزل شما نامه‌ای باشه یا سندی باشه که توی این سند اعلام شده باشه به شما مجوز بده شما مخالفین خودت رو، چه خواهر، چه برادر، چه همسایه، چه دوست، چه هموطن، مخالف خودت رو میتونی بکشی، آیا شما این سند رو توی خونت نگه میداری؟ چه کار میکنی با این سند؟ اصلا پس توی منزلتون نگه نمیده. سپاس گذارم. آمین. لطفاً در ادامه این برنامه با ما باشید، من علت این سوال رو خواهم گفت. سپاسگزارم. شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. ممنون. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. خواهر فاطمه عزیز در خدمتتون هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام. سلام پسرم، چطوری؟ درود بر مادر فاطمه عزیز. عزیزم خوبین؟ خدا رو شکر، با فیض خدا قبول باشه. خوبی خانواده محترم، همه همکارا همه خوبن. خدا رو شکر، مرسی، ممنون از مهرش. تلفن من ضعیفه، یه مقدار زمین خورده ضعیفه تلفنم، از خونم خرابه. آه خیلی متاسفم. متاسفم. ولی ما صدای شما رو شهادت بدم. همان برای تو. خواهش من. هم برای بینایی چشمم، دید چشمم. نمیدونم برای مرسا که آلمانه. ببینم آیا مثلا حساب کنین، دعا کنیم. همان که اول سوال حتما. کنم ببینم آیا شما در آلمان آشنا دارین کسی رسول بسرم؟ بله آشنا دارین ولی کسی قسمت نمیدونم. دعوت نامه برای من بده؟ بله آشنا داریم ولی من نمیدونم تو این قسمت بتونن کمک کنن. در این رابطه دعا میکنم و اگر هر خدمتی از دستمون برات کوتاهی نخواهیم کرد. بازگذارم ازت. شهادتم اینه که بفرمایید جانم، یه شهادت رو میخوام اول بدم که رو ارم باشه که واقعا جواد که شوهرمه رو حساب کرونا شک داشتند و خیلی ما ناراحت بودیم و آزمایش دادن گفتن کروناه دیگه. خلاصه به هر صورت موقعی که آزمایش دادن آزمایش گفتن دو روز سه روز بعدش جواب میگیرن که من زنگ زدم از کانال محبت دعا کردن
الحمدلله خیلی گذشت کشش رسول. هللویا هللویا، شکر 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 که وقتی در نام مسیح دعا میکنیم چشمنداز ما شفاست. نادر بود اینا که الحمدلله واقعا بزرگترین شهادته که واقعا تو یه خانواده بخواد یه نفر این زمین رو داشته باشه برای بعد دیگران هم مشکل بیش میاد. بله بله بیاید پس با هم دعا میکنیم. گفتم اینو شهادت آمین آمین برابو. تشویق میکنم دیگر هموطنان عزیز که گواهی ایمان خودتون رو بدید مانند خواهد. واقعا این دعاهای همچنین شماها در زمینه برای ماها و عیسی ناصری عزیزم خدای زنده روی زمین آزم واقعا معجزه کرد. آمین 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 که هیچ نامی غیر از نام مسیح. پس بیاید با هم دعا میکنیم خواهر فاطمه عزیز. لحظه با دعای من متحد بشید، شما که قلب به این خوبی دارید، بعد تو هم وطن عزیز هم که بیننده این برنامه هستی، با هر عقیده و باوری هستی این رو بدون، خدای ما مذهبی نیست، کار به مذهب تو نداره، خدا به قلب تو کار داره. اگر قلب تو شکسته، خداوند در کنار قلب شکسته تو هست تا تو رو ترمیم کنه، زندگی تو شفا بده و آنچه را که نیکوست رو نصیبت کنه. فقط کافی که با دعای من متحد بشید. پدر آسمانی، خدای قدوس، داره شکر میکنم برای خواهرم فاطمه، برای قلب خوبش، برای ایمانش خداوند، برای اینکه وقتی تو دعای او رو اجابت کردی و تو رو پیگیری کرد و حقیقت تو بر اون مکشوف شد. اینک از تو میخوام مطابق فیض در نام عیسی مسیح او و اهل خانواده او رو حفظ کنی. شکرگزار هستیم برای شفای برادرمون. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح دست حمایت تو با مهسا باشه خداوند در سرزمین آلمان، و همچنین این تو باشی که خواهرمون رو نزد دخترش به آلمان میبری به طریق خودت ای خداوند، به مصلحت‌های دل اونیز ای خدا. همچنین دیگر هموطنانمون تو ای پدر جامع عمل بپوشون و اجابت کننده باشی، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین. خواهر فاطمه، آیا صدای من رو دارید؟ دستم اسم خودم رو در دعا بذارید. یه بازنشستگی، من 10 سال تو ارتش بودم، این بازنشستگی من رو به من بدن، من میخوام برم رفتم دنبالش، یک سر دنبالشم، این بازنشستگی رو بدن، چون من دید چشمم برای خیاطی خیلی کم شده. خیلی متاسفم. حتما در دعا فیض خدا با شما، فیض خدا با شما. لطفاً از تلویزیون. من سوالی میکنم از شما، لطفاً از تلویزیون گوش کنید. من از تلویزیون گوش کنید فقط شما. از تلویزیون گوش. سپاسگزارم. هموطنان عزیز، همون سوالی که از خواهرم جمیله کردم، میخوام از همه شما هموطنان با هر باوری که هستید میخوام این سوالو بکنم. اگر شما مجوزی داشته باشید از طرف دولت و یا قدرتی، سندی دارید، نامه ای دارید، حکمی است که به شما داده شده، شما می توانید خواهر، برادر، دوستان، هموطنتون رو بکشید فقط به خاطر اینی که با شما هم باور نیستن، شما رو قبول ندارن، آیا شما این سند، این کاغذ، این حکم رو آیا شما در منزل خود نگه می دارید برای روزی که یکی از این اطرافیان، خیشان شما، دوستان شما که مخالف شما بودن، شما اون رو بکشید و کسی هم باهاتون کار نداشته باشه؟ اگر جوابی دارید که میتونه درست و متفاوت باشه نسبت به آنچه که فکر میکنید که داریم صحبت میکنیم، لطفاً تماس بگید با من صحبت کنید، خواهش میکنم. در غیر این صورت در انتها علت این سوال رو خواهم گفت که برای چی این سوال رو میکنم. پس خواهش کنم تمام عزیزانی که تماس میگیرید، اگر سوال منو شنیدید فقط بگید بله و نه نسبت به این سوالی که کردم. سپاسگزار میشم، ممنون میشم. پس هموطنان عزیز، اینک روزهایی هست که خداوند میخواد مطابق فیضش همه ما رو یک برکت خاصی بده. باید هوشیار باشیم، این هوشیاری رو باید داشته باشیم، چرا که کلام خداوند به ما داده شده تا نه تنها نجات پیدا کنیم بلکه آگاه بشیم نسبت به امور تمام موقعیت‌های زندگی خودمون. خیلی از هموطنان عزیز هستن که میگن بعد از اون میشه برای ما دعا کنیم ما خواب مسیح رو ببینیم. میگم به چه منظور؟ میخوایم رویاشو ببینیم. آخه به چه هدفی؟ میخوایم حس کنیم که مسیح واقعا با ماست. اگر میخواید حس کنید عیسی مسیح با شما هست، خودش گفته چگونه با شما خواهم بود. لطفاً تا همین قسمت رو داشته باشیم، بعد از تلفن ادامه خواهیم داد.
تلفنی خواهیم داشت. وقت شما بخیر. بفرمایید هموطن عزیزم. الو. خواهرمون آرزو. بفرمایید خواهر آرزو. در خدمتتون هستیم. خسته نباشید. درود داشت. من یه سوال داشتم ازتون. بفرمایید. خیلی کنجکاو شدم. این ارمیا 49 کلام خدا میگه که برای ایران وعده داد، برای نجات ایران. خب گفتش که من تخت خود را در ایران برپا خواهم ساخت، از اونجا صاحب منصب نابود خواهم ساخت. برای چی به جای ایران از ایلام استفاده کرد؟ من خیلی کنجکاو شدم سر این مسئله. ایران رو گفت ایلام. بله. خب میدونیم که در زمانی که این نامه نوشته شده، این نامه گفته شده، ماتها، پاتها که در اعمال رسولان هم اشاره میکنه، یعنی کردها، فارسا و خود ایلام رو اعلام میکنه، کل سرزمین بزرگ قدیم ایران رو داره میگه که ارمنستان هم جزوش بود، عراق هم جزوش بود، آذربایجان هم جزوش بودش، افغانستان هم جزوش بود و سرزمین ایران فقط اکتفا به این سرزمینی که امروز داریم نمیکنه. پس در کل صحبت از سرزمین ایلام داره میکنه که امروز هم ما میبینیم که همون ایلامی که در ایران هستش قسمتی از خود ایران هستش، اما کلن نسبت به کل سرزمین قدیم ایران داره میکنه. اما امروز ما شاهد بر این هستیم که سرزمین ما ایران هرچند کوچیک شده نسبت به اون، اما باز اشاره به اون فرهنگ و تاریخ ایرانی بودن خودمون هست که اشاره به خود ایران میکنه. البته این نظر من هست، نظرات مختلفی هست، خیلی هستم میگن نه اصلا چنین چیزی نیست، اون ایلام تقسیم شده و اصلا صحبت از این نمیکنه. اما ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش که در همین روزها هستیم که میگه اون قدرت پلیده در از پادشاهان ایران، حالا اسمن پادشاهان بوده، خب حالا اون موقعی که رئیس جمهوری نبوده که در کلام خدا صحبت در موضوع قدرت هستش، اون قدرت نیز نابود خواهد شد. و ما داریم میبینیم این قدرت پلید قدرت محمد رضا شاه نبود، قدرت رضا شاه نبود، این قدرت همین قدرت نظام اسلامی هستش، چرا که در فکر به اندیشه جنگ و جدل با جهان هستش و به هیچ وجه به فکر ملت ایران نیست. در کنار این ما میدونیم که بت رو معرفی میکنه، نه یهوه و خدای حقیقی رو معرفی بکنه و به نام این بت داره ایران و همچنین کشورهای اطراف و جهان رو تحت تهدید و خطر قرار میده. بله. آیا صدای منو دارید شما؟ آرزو جان؟ Please enter the number. متاسفانه صدای من ندارم. من یک بار دیگه تا تلفن بعدی این سوال رو میکنم. هموطن عزیزم، از هر جایگاه سرزمینمون ایران که هستی این جواب رو بده، حتی به خودت. اگر در منزل شما سندی باشه، پاورقی باشه، حکمی باشه که به شما اجازه میده دگر باوری رو میتونید بکشید، چه خواهر، چه برادر، چه همسایه، آیا شما این کاغذ رو در منزل خود نگه میدارید بر روز مبادا مثل یک اسلحه؟ افرادی هستن اسلحه رو توی خونه دارن، میگن اگه دشمن حمله کرد بکشیمش، ولی شما یه برگه ای دارید میگه نه دیگر باور، حتی باید دشمنی هم نمی کنه. آیا شما این برگه رو نگه میدارید و یا نه؟ پس سپاسگزار میشم عزیزان میتونن تماس بگیرن در این رابطه صحبت کنن یا بله و یا نه بگن و در انتهای برنامه حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. برادر از اون محمد علی جان در خدمتون هستم. بفرمایید. من قرآن دارم روشت ما همه عزیز به برای 24 ساله هرچی واقعا همه مریضی تو خونه مون هست، هیچی هم بیرون نمیاد، نه کاری، نه باری جان، نه خرجی، خیلی متاسفم. هیچی رسی بدون بسته شده. خیلی متاسفم محمد علی جان. خیلی متاسفم جانم، جانم محمد علی جان. من روزگاری که دخترم مریض بود و به دکتر مراجعه کردم گفت شفا نمیگیره، به سوئد رفتم دکترها نتونستن شفا بدن، به نروژ رفتم نتونستن، برگشتم ایران و مسیح رو که ملاقات کردم از عیسی مسیح خواستم، مسیح دختر منو شفا داد. برای من یک کشیش دعا کرد اگر
امروز که شما زنگ زدی با این ایمان خوبت برادرم، نه با من تماس نگیر، تو با خدا تماس گرفتی. اگر اجازه بدی برای دعا میکنم برای رفع مشکلت و خودت هم در نام مسیح بخوان. عزیزی محمد علی جان من میخوام از شما یه سوالی بکنم. اولین بار با ما تماس میگیری شما؟ اولین بار تماس میگیری؟ خب بله میگم اولین بار شما. بسیار محمد علی عزیزم، آیا شما قلبت هم به مسیح دادی؟ بله قربان، من قلبم همه هیکلم بریم مسیح هست و بریم. هللویا بابا چه غمی داری محمد علی جان، خداوند تو با توه. حالا بعد از این تلفن میگم چه کار کنی که حس اینو بهتر داشته باشی. بیا با هم دیگه محمد جان بعد دعا میکنم و خودت هم این رو بدون. تمام اخبار ناامید کننده نسبت موقعیت مالی که هست متاسفانه واقعیته، اما حقیقت نداره. چرا میگم حقیقت نداره؟ حقیقت موضوعی هست که از طرف خدا میاد، حقیقت پیام خداست، واقعیت تبدیل حقیقته. پس بنابراین خدا میخواد تو رو برکت بده، خدا میخواد تو رو سلامتی بده، خدا میخواد به تو و خانوادت آرامش بده. خواهشم این هستش که هرگز صداهای منفی رو گوش نکن، در نام مسیح باطل کن و اعلام کن که خداوند شکرگزار هستم تو مرا برکت دادی و برکت خواهی داد از این به بعد، و این رو اعلام کن برادر خوبم. خواهش کنم بیا لحظه چشمات رو ببند و با دعای من متوجه، با دعای من لطفا محمد علی جان متوجه. و دیگر هموطنان عزیز که موقعیت بد اقتصادی توی ایران دارید و میدونم اکثرا این گونه هستن، لطفا با دعای من متحد بشید. سپاسگزارم. هللویا خدا قدوس، هللویا روح القدس عزیزم، خداوند شکرگزار هستم که فیض و رحمت تو هست ای پدر جان، اجازه میده که این خدمت رو ما داشته باشیم. انسان کیست ای خداوند شفاعت شخص دیگه‌ای رو بکنه و یا برای کسی دعا کنه، بلکه ما میدونیم این خون پر جلال تو عیسی مسیح که بر ما پاچیده شده و این مجوز رو به ما میده تا برای هم دعا کنیم ای پدر جان. این تجویز تو بوده ای خدا در کلامت که برای هم دعا کنیم. اینک محمد علی عزیزم رو به حضورت میارم، قلب خوبشو، میگه تمام وجودم مال تو، یعنی بدن او هیکل توست ای خداوند. در ابتدا میخوام خستگی های او رو، نگرانی های او رو، ترس های او رو، آزردگی های او رو، رنج های او رو از جسم و روح و روان او بشوری، از فکر و احساسش بشوری و قوت و شادمانی و پری روح القدس وجود برادرم رو در بر بگیره. همچنین دیگر هموطنانی که خداوند بیننده این برنامه هستن، از تو میخوام اگر نگرانن، اگر سردن، اگر ناامید هستن، تو آنان را قوت ببخشی، قوتی که از روح مقدس تو هست ای خداوند، و باعث بنا و شادمانی میشه، برکت مالی بده ای پدر جان، ای یهوه و یایرا، ای خدای مهیا کننده، تو برکت دهنده به محمد علی عزیزم و دیگر هموطنان عزیزم در این شرایط سخت باش. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین که برادرم با ایمان دریافت کن. آیا صدای منو دارید؟ متاسفانه من صدایی ندارم، میدونم صدای منو دارید؟ بله محمد علی جان، شما سوالی رو که من کردم شما شنیدید چه سوالی کردم؟ جانم بله قربان، خدا خیرت بده. بله محمد علی جان شما عزیزی جانب. محمد علی جان من سوال ازت دارم، اگر توی منزل شما اگر در منزل شما سندی باشه، نامه‌ای باشه، حکمی باشه که شما به شما اجازه میده شما خواهر، برادر، دوست، همسایت، هموطنت که یه ایده دیگه داره، یه باور دیگه داره و شما میتونید اونو بکشید، شما اون سند و اون نامه رو توی خونت نگه میداری؟ بسیار عالی، سپاسگزارم. شما رو به دستان مسیح میسپارم. شما رو به دستان من. اگر خطی داریم بریم خط دیگه ای رو بگیریم. عزیزان لطفاً نسبت به این موضوع تفکر کن، نسبت به این سوالی که عرض کردم خدمتتون لطفاً تفکر کنید و بتونیم یه جواب درستی رو داشته باشیم و این میتونه کمک ما بکنه، این میتونه کمک کنه به دیگر هموطنان عزیزمون. میدونم که خیلی از شما عزیزان الان حد زدید موضوع چی میتونه باشه، اما یک سواله، یک سوال هست هموطن. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. خواهر عزیزمون آرزو از ایران در خدمتتون هستم، بفرمایید. الو ببخشید خط قطع شد، من عذرخواهی میکنم. من تشکر میکنم بابت
سوالی که کردم جوابمو دادین. بعد یه سوال دیگه ازتون دارم اگه امکان داره جوابمو بدین. البته من دانش هم اجازه بدین. از تلویزیون میشنوم. سپاسگزارم. اینه که خدا به درزیا میده چجوری بروز میده خودش نشون میده. این سوال بله. منه. صحبت خواهم کرد. لطفاً گوش. بله. خواهش. خب این میدونی ایمان داریم مطابق آنچه که کلام خداوند وقتی که ما به مسیح ایمان میآوریم دارای روح خدا میشیم. وقتی دارای روح خدا میشیم گذشته از این که ذات خدا در ما به توسط روح القدس میخواد عمل کنه در مسیر محبت، رفتار با محبت داشته باشیم، در مسیر عدالت، در مسیر حکمت، در مسیر رحمت، خداوند عطایایی رو از قوت خودش به ما خواهد داد. گذشته از اقتداری که قدرت هست، این قوت در ما عمل میکنه نسبت برفرض عطای شفا که این دلسوزی در ما ایجاد میشه، مشروط بر این که از اون استفاده کنیم. درمان و شما نسبت به فرزندی خدا که وقتی داریم برای یکی دعا میکنیم روح القدس پیام میده که پیام برای امیده، پیام برای بناست که این نبوته که ما بتونیم نبوت بکنیم. و یا عطایی به نام ایمان در ما هستش که ما زمانی که میبینیم این جهش در ما ایجاد شده، بر فرض مثال به شما میگن همسایه ما الان چند وقت مریضه، شما این گونه نیست که بی تفاوت باشید، میگه همسایتو میشه ببینم، میتونم یه زنگ بزنم بهش، میخوای تلفنی باهاش صحبت کنم، میگه نه این آدم خیلی بسلمونه، متعصبه، نگران میشه اون شخص، ولی شما نگران نمیشی، شما نمیترسید. میبینی در وجودت یک قدرتی هست، یک قوتی هست. وقتی برای که دعا میکنی رویا میبینی که تشویقتون میکنم. نبوت بسیار موضوع حساسی هستش. لطفا قبل از اینکه عزیزان ما عطای نبوت داشته باشن رو اعلام کنن، قبل از اون تحقیق کنن و دانش نبوت رو داشته باشن که مبادا از خیالات و احساسات خودشون بگن نسبت به نبوت. پس آنچه که شما خواهر عزیزم فرمودید، عطیه و عطایایی که خداوند به ما میده در وجود ما رو ایجاد میکنه، اما بیمیلی ما نسبت به اون عطایا و یا گناهی که ما باش سازش میکنیم این مانع میشه که ما از اون عطایا استفاده کنیم. از این رو تشویقتون میکنم لطفا با مشاورین ما، با کلاسایی که شبکه محبت میذاره لطفا در تماس باشید و بتونید نسبت به عطایا و مس و خواندگیتون توی جایگاه درست خداوند رو خدمت کنید. فقط کشیشا مس ندارن، همه ایمانداران مس خدا رو دارن، همه ایمانداران اون خواندگی رو دارن، مشروط بر این که دانشش رو اول داشته باشن و بعد اقتدارش رو از خدا بگیرن و بدون ترس انجام بدید. عزیزان بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم. برادر عزیزم حسین جان در خدمتشون هستیم، بفرمایید حسین جان. سلام کشش رسول، درود خدا بر شما. درود بر شما برادر حسین عزیزم، در خدمتون هستم. حسین هستم 4 سال شده ایماندار شدم، اطراف تهران زندگی میکنم، باغبون هستم، نگهبان باغ هستم. بعد خود شما 4 سال پیش دعا برام خوندیم که نجات یافتم. بعد الان من نقط 3 فرزند دارم، 1 دختر و 2 پسر. همسرم با من سر ناسازی داره، جدا زندگی میکنه با بچه ها تو شهرن، ولی اصلا باور کن که خیلی یعنی اصلا ما 10 سال شده انگار که دست ما با هم نخورده اینطوریه. فقط من حالا درآمدم حقوقم هم بهش میدم که بری خرج زندگی بچه ها، و الان مدتی شده با این دخترم ناسازی میکنه. خیلی که دخترم من آوردم پیش خودم و میخواستم دعا کنیم که خداوند قلب همسرم لمس کنه که هم خوب بشه با ما. من به خاطر بچه‌ام این حقیقت طاقت آوردم دیگه، هیچی فکر نکردم به خاطر بچه‌ام تو این چند سال، و الان با دختر بچه هم الان پیش من اومده که دیدم خیلی ناسازی میکنه باش، و میخواستم دعا کنم که این قد دخترم نسبت به سنش خیلی کوچکه، قدش بلندتر بشه. میشه لطف کنید اسم دخترتون رو من بگید لطفا؟
زهرا هست، الان هم گوشی رو بگیرم با خودش صحبت کنم. اسمش زهراه، اسم مادرش هم صدیقه. اسم همسرتون هم به من بگید، اسم همسرتون هم به من بگید. صدیقه صدیقه صدیقه. بله. آیا قبل از اینکه من با دخترتون زهرا جان صحبت کنم، آیا برادر عزیزم شما با مشاور خانواده صحبت کردید در طول این مدت، یا با مشاورین شبکه محبت نسبت به این موضوع؟ همسرم یه جوریه نمیاد، میگه که مگه من دیوانه، من راهی نبوده که به خاطر بچه‌ام با این خانم صحبت نکنم. میگه مگه من دیوانه ام؟ نمیاد. بسیار بسیار خوب، بسیار خوب. من بعداً اگر شد با شما خوشحال میشم حسین جان صحبت کنم، ولی بذارید با خواهرمون زهرا جان صحبت کنم اگر میخوام براشون دعا کنم حتما. خوشی با زهرا جان. الو، وقت شما بخیر خواهر زهرا، خوب هستید؟ سلام، خوب هستین؟ تشکر. درود بر شما، سپاسگزارم از مهر شما، سپاسگزارم از مهر شما. زهرا جان، ما ایمان داریم که خدایی که ما رو آفریده بدنهای ما رو به خوبی میدونه، در کجا قرار بده، چگونه، در چه شرایطی. امروز شما یه قد خیلی بلندی داری و اون ایمانته، شما ایمان به مسیح داری، درسته زهرا جان؟ بله. آقای تشکر، من جونم بفهم بفهم عزیزم. من 20 سال از خدا، من 20 سال از خدا عمر گرفتم، توی 20 سال که از خدا عمر گرفتم همش ناراحتی بوده. بعد ناراحتی مهم اینه که قد من خیلی خیلی کوچک مونده. از شما میخوام که هر هفته توی کلیسا دعا میکنی. رو چشم. ولی من میدونم واقعا از آنچه که به هر حال میل شما این هست که قدتون بلندتر بشه، اما زهرا جان چیزی که در قلبم بود گفتم بهت، زهرای عزیز، خداوند به تو روحی داده که روحی که در تو هست بلندتر از تمام انسانهایی که ادعا میکنن قدهای خیلی بلند دارن، چه زن و چه مرد است. پس خواهشم این هستش که در کناری که برای آرزوی دل دعا کن و منم دعا میکنم، اما هرگز دلگیر نباش، خسته خاطر نباش، چون روح خدا که در تو هست تو رو برکت میده. امروز بر روی زمین انسانهایی هستن چه قد کوتاه چه قد بلند که باعث افتخار انسانهای دیگه هستن، باعث افتخار خیشان خودشون هستن، هموطنان خودشون هستن، و تو زهرا جان باعث افتخار من هستی، باعث افتخار ما هستی، چرا که در این سن جوانی به مسیح ایمان آوردی و خداوند آنچه که برای تو مکشوف کرده، چه بسا برای اونهایی که خیلی خوشتی و آرتیست هستن توی دنیا و خیلی آرزو هستی که اونها رو داشته باشن، اونها ندارن. فکر کنم صدای زهرا جان قطع شد، اما میخوام لحظه زهرا جان برای دعا کنم. صدای منو داری، همچنین حسین عزیزم، همچنین برای صدیقه عزیز میخوام دعا کنم. هموطنان عزیز، میدونم که ما بر روی زمین نیازهایی رو داریم، اما ما که مسیح ایمان میآوریم، نجات و رستگاری در قلمروی اولین برکت است، اما خدا دیگر برکت ها رو میخواد به ما بده. زهرا جان، خدا تو رو دوست داره، تو غیر از حسین جان که بابای زمینی، تو یه پدر آسمانی داری و او نیز برای تو اندیشه خواهد کرد، و خواهشم این هستش که اراده او رو بخواب و مطمئن باش که خداوند هر خلایی رو توی زندگی تو با محبتش پر خواهد کرد. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای برادرم حسین، برای قلب خوبش، برای ایمانش، برای خانوادهش، برای دختری زهرا جان، تو رو شکر میکنم برای ایمان زهرای عزیزم. در ابتدا میخوام که آرامش تو در این خانواده باشه، ملاقاتی داشته باشی با همسرش ای خدا صدیقه، و ای خدا حقیقت تو بر او مکشوف بشه، قلب او به محبت و آنچه که مسئول بوده در اون خانه خداوندا مکشوف بشه و باز بشه. دعا میکنم در نام عیسی مسیح خداوندا صدیقه و حسین رو تو به هم برسونی، تو پیوند بدی، پیوندی که ای خدا هرگز گسسته نشه، و زهرای عزیزم رو برکت بده، هم نسبت به اینکه قدش بلندتر بشه و هم نسبت به اینکه زندگی بلندتری داشته باشه، برکات بلندتری داشته باشه. ای خدا آرزوهای بلندش رو تو برآورده کن ای پدر جان، و تو جلال یاب ای پدر عزیزم، چرا که فقط تو هستی، کاملا رو در این شرایط درک میکنیم، و ما ایمان داریم که تو با فیض تجابت میکنی. اینک این عزیزان رو به دستان پر جلال تو میسپارم در نام مسیح، آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید هموطن عزیزم، و این سوال رو فراموش نکنید عزیزان، اگر مدرکی کاغذی دارید در منزلتون که این مدرک به شما اجازه میده، مجوز میده
هموطن تو، هم دوست تو، هم کلاسی تو بکشی به خاطر اینکه یه باور دیگه داره، آیا این رو در منزل نگه میدارید یا نمیدارید؟ لطفاً بعد از اینکه تماس میگید جواب اینم به من بدید، من دیگه این سوالو نکنم چون وقت نیست. وقت شما بخیر هموطن عزیزم. خواهرمون مینا در خدمتشون هست. بفهم قطعاً متاسفانه خواهر مینا میتونید لطف کنید دوباره تماس بگیرید، ولی توی این فاصله من میخوام عزیزانی که میگن ما میخوایم مسیح با ما باشه، ما میخوایم خداوند با ما باشه، میخواید خداوند با شما باشه؟ قابل درکه هموطنان عزیز که سن بالایی دارن و بیشتر توی این زمان قرنطینه توی منزل هستن، اما برای جوانان، کسایی که به هر حال بیرون میرن میان ایماندار هستید، لطفاً یه توجه بیشتری بکنیم به این دوتا آیه که میلیون ها بار شاید شما یک ایمانداری که پای شبکه های مسیح هستی شنیدید. در انجیل متا 28:19 میگه پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید. همه امت ها را، یعنی نمیگه به قشری یا برپس به طبقه این خبر خوشو ندید، به همه داره میگه پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم ابن و روح القدس تعمید دهید، یعنی به نام پدر پسر روح القدس تعمید دهید. پس این یک تجویز عزیزان، این تجویزی که از طرف کلام خدا شده، من این رو به عنوان این که بگم یک دستوریه که خدا داره میده این کار رو بکنید، چون ما آزاد آفریده شدیم. شما میتونید مثل خیلی از عزیزان به مسیح ایمان آوردن، شاید در طول زندگیشون یه نفرم بشارت ندادن، چون ندونستن گواهی خودش یک بشارته. وقتی ما گواهی ایمانمون رو میدیم یک بشارته، اما وقتی ما انتظار داریم عیسی مسیح همیشه با ما باشه، همیشه کنار ما باشه، ما رو هرگز تنها نذاره، این هوشیاری رو داشته باشیم. هرچند ما در اتوبان فیض خدا هستیم، این آیه این رو اعلام میکنه. ادامه آیه این هست، آیه 20 و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردن حفظ کن، تمام آنچه که از طرف کلام خدا بوده، و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما خواهم بود. خودش هم میگه آمین. پس تو هم وطن عزیزم که میل به این داری امانوئیل خداوند با تو باشه، یک سوال از خودت بکن، آیا بشارت میدی یا نه؟ آیا خبر خوش نجات رو به دیگر هموطنان رو دادی یا نه؟ آیا به عمود که فکر میکنی حزب اللهیه، پسر دایی که بسیجیه، پسر خالت که پاسدار هست، و یا همسایت که اصلا باوری به خدا نداره، به اون بسته میگی نه من کاری به اینا ندارم؟ کجای کلام خدا نوشته که بشارت و نجات سلیقه‌ایه؟ هموطن عزیزم نترس، اگر به مسیح ایمان آوردی روح قدوس خدا رو داری، بشارت بده، خدا رو در حضور خودت حس میکنی. من نمیگم، این کلام خداست، در انجیل متا 28:20 داره میگه. پس اگر غافل از بشارت میشیم، غافل از برکت در زندگیمون خواهیم بود، غافل از حضور خدا در زندگیمون خواهیم بود. قابل درک کسایی که سنشون و شرایط خاصی رو دارن، اما من میدونم در زندانهای ایران ایمانداران مسیح اینک دارن بشارت میدن، توی زندان دارن بشارت میدن هموطنان، و رسولان همین گونه عمل کردن. تمام کشورهای کمونیستی و اسلامی که مسیحی‌ها تحت جفا هستن، توی زنداناش مسیحی‌ها بشارت میدن. ایران هم میدونم مثل یک زندان الان. پس سکوت نکن، خبر خوش نجات رو بده. حیف همسایه هلاک بشه، حیف همسایه ایرانی تو مسلمان باشه، حیف، چون هلاک خواهد شد، شوخی نیست، داوری خواهد شد. الله براش اون خداست، اما الله خدا نیست. هموطن عزیزم بشارت بده تا خداوند عیسی مسیح رو کنار خودت لمس کنی، احساسش کنی، توی سختی ها، توی شادی ها. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم. خواهرمون مینا از ایران در خدمتشون هستم. بفرمایید خواهر مینا. آیا صدای منو دارید؟ بله، در خدمت شما هستم. بفرمایید خواهش کنم. برادر کشیش سلام. درود بر شما، بفرمایید. خسته نباشین. من پاینده باشین. که ایمان دارم. من دو سالی که ایمان دارم و شکر. یه خبر خوش هم میخوام بدم، چون بخاطر دخترم تلفن کرده بود و ماما، گفتم جانم، گفت یه خبر خوش دارم، گفتم خبر جان. خوش ما
من میدونم. گفتم میدونی؟ گفت آره. چی هست مامان؟ گفتم فردا داره شاید میره سر کار. گفت آره مامان. کی بهت گفت؟ خدای خودم. خدای خودم تو خوابم اومد به من گفت. خیلی ایمان دارم خدا. جان خدا رو شکر برای ایمان خوبه. اینا جان خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی ایمان خدا دارم. و مریضای ایران هم دعا میکنم. خدا بسیار مریضای ایران رو شفا بده. آمین. بله. مینا جان میتونم سوال کنم آیا شما با این ایمانت با این تجربه خوبت آیا خبر خوش نجات به دیگرانم میدی؟ به دوستانت فامیلت تا اونها ایمان بیارن؟ آیا این کارم میکنی؟ آره آره ایمان به خدا. هللویا براو. ایمان من به خدا. فقط خدا. براو. فقط خدا. آمین. آمین که اوش هستم. خیلی چیزا دیدم. خیلی چیزا دیدم. هللویا. هللویا. خدا رو شکر. همین تماس شما وقتی که گواهی میدید، وقتی زنگ میزنید به برنامه، تمام برنامه گذاران مسیحی و گواهی ایمان رو میدید، چگونه مسیح ایمان آوردید، همین که الان شما تماس گرفتید به این میگن گواهی. این گواهی ایمان شما یک بشارته و این رو چقدر خوبه به دوستان، به خیشان خودتون، به همسایتون اعلام کنید و خداوند شما رو برکت میده. درود بر شرف شما. درود بر شرف شما. عزیزه سپاسگزار از اینکه با ما باشید. شما رو به دستان مسیح. زنده باشی. خداحافظ شما. فیض خداوند با شما. فیض خداوند با شما باشه. آمین. که عزیزان خیلی موقع ما فکر میکنیم بشارت دادن این هستش که ما بریم کل کتاب مقدس رو برای شخص بخونیم یا برفرض بیایم بر علیه اون باورش. این رو بدونیم اگر منم اینجا در رابطه با اسلام صحبت میکنم هدفم ضد مسلمان نیست، هرگز. ما درباره اسلام صحبت میکنیم به خاطر این نظامی که الان داره ظلم و ستم میکنه به نام اسلام هست، پس من این حق رو به خودم میدم. من درباره اسلام صحبت میکنم چون من یک مسلمان زاده هستم و اسلام رو و دردهاش و رنجهایی رو که دلیل شده برای هموطنانمون آورده و اون قدرت ظلمت و تاریکیش رو چشیدم. من درباره اسلام صحبت میکنم چرا که خیلی‌ها باورشون بر این هست این نظام اسلامی با اسمش که عوض بشه دوباره اپوزیسیون اصلاح طلب وارد بشه همه چیز خوب میشه. هرگز. من درباره اسلام صحبت میکنم. من درباره ریشه قده سرطان در ایران صحبت میکنم که در جهان هست به نام اسلام. در این رابطه هیچ قصد توهینم ندارم. هرگز هرگز. از نظر من اسلام توهین به هر انسان خردمندی است. هر انسانی که خردمند هست شما قرآن رو بخونید متوجه خواهید شد به انسان متاسفانه توهین داره میکنه. شعور انسان رو انقدر آورده پایین که جملاتی میگه بر علیه تمام انسان ها. فرصت بشه حتما در این رابطه صحبت خواهیم کرد. بریم با هم یه خط دیگه رو داشته باشیم. برادر از اون بهروز از ایران در خدمت شما هستم. بفهم بهروز جان. سلام، خسته نباشید کشیش رسول. پاینده باشید. سپاسم مهر شما. بفرمایید خواهش. خدا رو شکر میکنم برای وجود شما. داشتید راجع به بشارت مسیح صحبت میکردید. من خیلی لذت میبرم از صحبت های شما واقعا. عزیزم. از من وجود شما من حداقل 15 سال ایماندار هستم. شاید بهتون بگم لازم که اوائل ایمان من بود شاید به من 80 نفر شاید بشارت دادم، حتی کلیسای خانگی هم داشتم، ولی الان مدتی کشی رسول خیلی کمرنگ شده. شما داشتید راجع به بشارت صحبت میکردی، این واقعا یه کار فوق‌العاده قدوسیه، یعنی یه راییه که واقعا انسان اصلا کسی که ایماندار میشه باید بشارت بده. من زمانی که ایماندار شده بودم بار اول این اومده بود تو ذهنم، میگفتم اومده بود میگفتم عاقبت از عشق تو ساکن در کلیسا شدم، میکشم دست از مسلمانی، مسیحا میشوم. زمانی که به مسیح ایمان آورده بودم اینقدر شوق و ذوق داشتم. میخوام بگم که ما تو کتاب مقدس یه دونه تعلیم داریم، یه دونه حکم داریم. اینی که شما دارید میگید راجع به بشارت، این یک حکمه. تمام ایماندارا باید بشارت بدن. ولی مال من یکی چیزی خیلی کمرنگ شده. من گلفروش هستم. خیلی کمرنگ شده. من چند بار با شما صحبت کردم. خیلی کمرنگ شده. و یه چیز دیگر میخواستم بگم. من نهزت من بشه عیسی مسیح رهبر دیگری ندارد.
میرسد. آمین. آمین. یعنی فقط رای من مونه. ولی باور کنید اینقدر کشش رسول دارم اینجا زج میکشم چون یه مغازه کوچولو دارم گلفروشی تو شهر غشت هستم. عرضم حضور شما اینجا میدونید که شهر حاکمه. اینقدر مشکله، اینقدر مشکله، ولی خداوند حرفو میندازه، عیسی مسیح خداوند میندازه تو دهن آدم. یعنی آدم میخواد به کسی بشارت بده، اینقدر راحت بشارت میده. یعنی باور کنید هزاران بار اصلا راحت نیست. من حتی به روحانی بشارت دادم. یعنی اصلا ایشون مونده بود، نمیدونه چی بگه. این قدرت من که نیست، قدرت خداوند. ما باید تمام جلالمون رو به خداوند عیسی مسیح بدیم. ما تمام فکرمون، ذکرمون فقط باید مسیح باشه. من میخواستم شما برای من، چون یه مقدار ایمان من کم شده، یعنی ایمان من اومده، میخواستم برای من هم از نظر رزق کاری من، چون خیلی داغون هستم، داغون شدم. از همسر منم ایماندار بود، یه دختر کوچولوی 8 ساله دارم. زمانی که به دنیا اومد اینو واسه کردم به عیسی مسیح، فرزند خوانده هستش، یعنی فرزند خوانده شده دختر کوچولو. ولی از همسرم جدا شدم چند ساله، از همسرم جدا شدم. که الان شما داشتید به خانم صدیقه داشتید دعا میکردید، من میدونم وقتی شما اسم صدیقه رو میبرید یعنی تمام صدیقه ها لست میشن. وقتی که میگید بهروز، تمام بهروز هستن. وقتی که میگید علی، تمام علی ها هستن. من میدونم یکی نیستش، من اینو کاملا متوجه میشم چون کتاب مقدس دارم میخونم. اگرچه ده بار کتاب مقدس رو خوندم ولی هیچی نخوندم، چون یه جنگلیه. هر زمان من کتاب مقدس رو باز میکنم الان جلوم هست، وقتی که میخونم یه چیز جدید به دست میارم. من خدا رو شکر میکنم. میخواستم برام دعا کنید برای کسی کسی روزی من. بهروز جان میخوام اولا بهروز جان از دوباره بهت... این بشاری دیگه میدادم تمرنگ شده از دوباره رنگش رو بگیره. آمین آمین. با فیض خدا قوی تر از گذشته، قوی تر از گذشته. برادر عزیزم تو ایمان بسیار خوبی داری. متاسفانه در سرزمین ما ایران شرایط بسیار سخت شده و ناگفته نمونه ما در جنگ روحانی هستیم. من خودم میدونم. چرا من همیشه از عزیزان خواستم لطفاً برای من دعا کنید. من از خیلی از عزیزانی که توی آمریکا، کانادا هستن، اروپا هستن، وقتی میگن چیکار کنم میگم اول دعا کنید، چون من تو جنگ قرار میام. من زمانی که دارم بشارت نه همون گونه که شما بهروز جان، شما وقتی بشارت میدی احتیاج به حمایت داری، حمایت دعا داری، پس حمله میشه روی مبشرین. کلام خداوند از این رو میگه، میگه صلیب خودت رو بردار، ما جنگ روحانی خواهیم داشت. پس از این رو من تشویق میکنم شما هم از دیگرانی که بشارتشون دادید ایمان آوردن به اونها بگید برای شما دعا کنن و شما هم نیز برای من دعا کنید. من هم برای شما دعا میکنم تا به قوت لشکر خدا ما بتوانیم پیروزی ها داشته باشیم، چرا که ما خواهان عدالت خدا هستیم. برعکس آنچه که توی دنیا به دنبال عدالتی هستن که در طبیعت خودشون هست، میل طبیعت خودشون خودخواهی، طمع، از حسادت ها گرفته شده، ولی ما از طبیعت ذات خدا که ملکوت خداست رو میخوایم. عیسی مسیح هم اعلام میکنه که میرفت خبر خوش نجات رو میداد و به مردم میگفت توبه کنید و ملکوت خدا نزدیکه. ما دیگه الان تو ملکوت خدا مهیاست و زمانی که شما خبر خوش نجات رو میدید، این رو بدونید شما یک رابطه مستقیم با خدا دارید. برای همین عرض کردم توجه کنید ایمانداران عزیز که میگید عدالت رابطه درسته با خداست. رابطه درسته به خدا این هست، محکش اینه، بشارت میدی یا نه. اگر بشارت میدی مطابق انجیل متی 28:20 او هرگز تو را رها نمی کنه. یک رابطه مستقیم تو با خدا داری، مانند بهروز عزیزم. بهروز جان تو ایمانت کم نیست، تو ایمانت بسیار هست بهروز عزیزم. در نام عیسی مسیح بلند شو دوباره، شروع کن بشارت دادن با حکمتی که از خداوند میگیری و نترس، خدا با تو هست. گروه ها رو درست کنید تحت اون اندیشه و فکر خدا بهتون میده. گروه هاتون رو درست کنید، گروه های کوچیک کوچیک. لازم نیستش که حتما ما وابسته به یک سازمان مسیحی بشیم، مینستری بشیم، کشیش رسولی باشه به ما بگه چه کار کنید. خودتون روح القدس به شما میگه چه کار کنم. گروه های کوچیک کوچیک رو تشکیل بدید، خبر خوش نجات رو به همسایه دوستتون بدید. حیفه، این نظام اسلامی جنگ رو ایجاد خواهد کرد، خیلی ها هلاک میشن. متاسفم این رو میگم، متاسفم این رو میگم. جنگ خواهد شد، نظام اسلامی بدون جنگ نمیره عزیزان. اسلام با جنگ میاد و بدون جنگ نمیره. 41 سال پیش، نه 1400 سال پیش اسلام با جنگ اومد. 41 سال پیش با دروغ و فریب اومد. هموطن عزیزم،
کلام خداوند. برادر من میخوام این آیه رو به تو تقدیم کنم. صدای منو داری؟ برادر بهروز صدای منو داری؟ من میخوام این آیه رو به شما و به تمام مبشرین ایرانی تقدیم کنم. انجیل متا 5:10 اعلام میکنه خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان هست. مال تو هست برادرم، غم نخور، قصه نخور، نگران نباش، گسترش بده، از خداوند بخوا خدایا این خدمت منو تو وسعت بده و برکت بده. من میخوام الان برای شما دعا کنم، میخوام برای همه مبشرین دلیر دعا کنم، برای عزیزانی که پای این شبکه نشستن، عزیزانی که نیستن، همین الان دارن خداوند رو خدمت میکنن، میخوام دعا کنم تا روح قوت خدا یک بار دیگه لمس کنه شماها رو و به شماها برکت بده، به منم برکت بده تا قوی تر از گذشته بایستیم، به همه ما برکت بده که فقط سخن نباشه بلکه خدمت راستین برای نجات ایرانی ها باشه. پدر عزیزم، خداوندم، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت. خداوند، جلال از آن توست، تو قدوس هستی، هیچ کس مثل تو نیست ای یهوه. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح نظر بر سرزمین ما بکن ایران، ایرانی هایی که تو رو دوست دارن خداوندا، نظر خداوندا بیشتر از این تحت ارتش نظام تاریکی اسلام و نظام اسلامی ایرانی ها هلاک بشن، جانشون رو از دست بدن. اینک از تو میخوام تمام ایرانی هایی که به تو ایمان آوردن، به نام عیسی مسیح توبه کردن، خداوندا قلب اونها رو به قدرت و قوت خودت ای خدا برکت بدی تا خبر خوش نجات رو بدن به دوست و همسایه، به فامیل و غریبه خداوندا، و آنان نجات پیدا کنن. عطایای تو در بین ایمانداران عمل کنه برای شفا، برای نبوت، برای معجزات ای مسیح خداوندم. آنچرا که شروع کردی به کمال برسونه ای خدا. این سرزمین مال توه، شیطان هیچ حقی روی سرزمین عزیز ما ایران نداره. پس اینک در نام عیسی مسیح نهیب میدیم ای خدا به روح شریر شیطان که به نام اسلام و نظام اسلامی بر سرزمین عزیز ایران آمده تا دور بشه، و آسمان تو رو میخوام که گشوده بشه که باران نجات و رستگاری، سلامتی و قوت، برکت و امنیت بر ایران بیاد. برادرم بهروز رو برکت بده، برکت مالی بده، خلای خالی زندگیش رو تو پر کن با فیضش، دست حمایت تو با او و فرزند او باشه و تو جلال یاب، و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. بهروز جان با ایمان دریافت کن. کلام خدا میگه ضعیف بگوید من قوی هستم. هیچ کس نمیتونه مانع خدمت تو بشه. نه خامنه ای میتونه، نه لشکر شیطان میدونه، چون که خدا با توست. مطابق انجیل متا 28:20 تو را رها نمیکنه. تو به دنبال ملکوت خدا هستی و این رو بدون پادشاه ملکوت خود یهوه، خدای حقیقی و خدای زنده هستش. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان پرفیض مسیح میسپارم. گویا صدایشون رو ما نداریم. بله، میریم پس خط دیگه ای رو بگیریم. وقت شما بخیر هموطن عزیزم. برادر از اون ناصر جان در خدمتون هستم. ناصر جان بفرمایید. آیا صدای منو دارید؟ جانم بفرمایید، بفرمایید. بله، کشیش رسول هستین؟ بله، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. بله، خواهش میکنم. کشیش رسول، من از ایران تماس میگیرم. تو بخش برنامه فرمودی که بله، متاسفانه دخترتون مریض بودن، به چند تا کشور اروپایی سر زدی، سوئد و فکر کنم نروژ و چند تا کشور دیگه. من سوالم اینه، شما اگه به مسیح اعتقاد داشتید چرا از همون اول دنبال مسیح نرفتید؟ اعتقادی به مسیح نداشتید، امیدی نداشتید که دنبال دکترا رفتید؟ بعدش تو کل اروپا که مسیر سیطره مسیحیت هست نتونستید مسیح پیدا کنید، اومدید تو همین ایران ما که مسلمان نشینه مسیح رو پیدا کردید. اجازه بده من یک یکی بعد جواب سوال شما رو بدم. ممنون از سوالت عزیزم، چون وقت ما تنگ هست من خیلی فست و تند صحبت میکنم. زمانی که دختر من مریض بود من یک مسلمان بسیار متعصب بودم و با باورهای اسلامی.
لطفا ولوم تلویزیونتون رو کم کنید، سپاسگزار میشم. ولوم تلویزیونتون رو کم کنید. سپاسگزارم. بنابراین برادر خوبم، زمانی که من دخترم مریض بود، من مسلمان بودم و حتی به خاطر شفای دخترم من میرفتم جمکران قم. خب من بچه قمم، متولد قم هستم، ولی خب بزرگشهر تهران هستم و هر سه شنبه از 8 شب تا 5 و 6 صبح من نماز امام زمان میخوندم و تا دخترم شفا بگیره. به خیلی از امامزاده ها رفتم و بهبودی پیدا نکرد. اتفاقا وقتی من سوئدم رفتم، برادرم، توی سوئد یه کشیشی بود، اسمش هم گولنار بود، فکر نمی‌کنم الان زنده باشه، سالها گذشته، 25-6 ساله. این پیرمرد وارد خونه ما شد و اومد، من یه چایی براش، خانمم یه چایی ریخت و گفت من میخوام کمکتون کنم. در ابتدای کمک کتاب مقدس شو من داد، گفت این کتاب مقدس رو بخون و من بگو من چه کار کنم، برفرض تو اینجا بمونی و وقتی که موندی مثلا ما کمکت کنیم. گفتم این چیه؟ گفت این کتاب مقدسه. من دلا شدم، قرآن رو از زیر میز برداشتم، میز ما دو طبقه بود. گفتم من دیپلمشو دارم، اون سیکله من نمیخونم. گفتم بذار توی کیفه و گذاشت توی کیفش. بهش گفتم چایی تو بخور، سریع از این خونه برو بیرون، طوری که خانمم گریه کرد. گفت این پیرمرد قصد کمک داشت. گفتم اومده منو مسیحی کنه که دخترم شفا بگیره. من چنین تعصبی داشتم. ولی زمانی که من برگشتم به ایران و دوباره پیش همون دکتر سابق دخترم رفتم در طول این سالها، بعد از اون بود یه شب که به خاطر مشکلات و سختی‌هایی که توی زندگیم اومده بود و برای بار دوم می‌خواستم خودکشی کنم، من از خدا حقیقت رو خواستم و اونجا بود که من مسیح رو ملاقات کردم و مسیح به من گفت تو بیداری. من نه انجیل خوندم، نه اجازه دادم کسی به من بشارت بده، هرگز چنین اجازه رو ندادم، چون باور اسلامی من عمیق بود. من یک مبارز سیاسی اسلامی بودم، تاریخ دارم از نظر سیاسی بودنم، حتی تیر خوردم، پس اطلاعاتم نسبتاً خوب بودش نسبت به باور اسلامی. اما وقتی که مسیر رو ملاقات کردم، آرامش خاصی رو گرفتم، از همون فردا رفع مشکلات من شد. همون جمعه چند روز بعدش رفتم کلیسای فارسی زبان جماعت ربانی که نظام اسلامی تحملش رو نکرد، به خاطر آگاهی و برکتی که بود اونجا رو بست و اونجا کشیش وارتان برای دختر من که دخترم با من نبود 5 دقیقه دعا کرد. من همون شب خواب دیدم که دخترم رو مسیح شفا داده. به دکترش مراجعه کردم، شاید دکترش نخواد، اگر نه اسم دکترش رو میگفتم که ایشون متخصص مغز و اعصاب بود. 3 بار خونش آزمایش کرد، 2 بار نوار مغز و بعد از حدود 2 ماه به من گفت اسم دخترت هم عوض کن، چون کسی که فنوباربیتال میخوره 1 هفته نشون میده، 5 سال خورده هیچی نشون نمیده. و من ایمان به مسیح ازم نیاوردم، تحقیق کردم و باز خداوند به طریق دیگه قلب منو لمس کرد و به مسیح ایمان آوردم. امروز هم مذهب عوض نکردم برادرم، من امروز طریق عشق و محبت خدا رو به توسط مسیح یافتم. این سوال اولتون رو فکر کنم جواب دادم، من منتظر سوال دوم شما هستم. بله، سوال دوم من اینه که اکثر مسیحیایی که میرن اون طرف مسیح میشن، حالا اونایی که مثل شما مدارج رو تعیین کنن میرن کشیش میشن، یعنی صدی صد حتی نمیگن 99%، فقط به خاطر پناهندگی و گرفتن یه تکنان این کار میکنن. من میخواستم که یه دعایی هم در حق خودتون بکنه، انشالله یه شغل شریفی به دست بیارین که با عرق جبین نام بخورین. خب حالا برادر عزیزم، کجا میخوای بری تو؟ حالا به من بگو، من که راهو پیدا کردم، اما حیف تو نیست که با مزدوریت نسبت به جمهوری اسلامی اون نون حرومت رو داری توی ادامه حیاتت ادامه میدی؟ برادرم بذار من برای تو دعا کنم تو نجات پیدا کنی. من که نجات پیدا کردم، من از مذهب اسلام آزاد شدم، از دست این نظام اسلامی، از دست اون مزدورای مثل تو هم نجات پیدا کردم. پس اجازه بده من برای تو دعا کنم. من که خودم میدونم کجا ایستادم، من که مسلمان مثل تو بودم. مسئله عروج مسیحیت رو بگیرید دیگه تقریبا چیزی ندارید برای گفتن. اصلا شما چه کار مسیحیت دارید؟ اصلا الان چه کار شما چه کار مسیحیت دارید؟ اجازه من بفرمایید. اصلا بیایید من تو مسیح چون فکر میکنم متاسفانه قطع شد. نگاه کنید لول فکری ما، اولا من کسی نیستم
توی ایران برفرض مسلمان باشم، اومدم اینجا مسیح ایمان آورده باشم و همین دلیلی بشه که حالا من بیام اینجا. بله خیلی هم بودن، درست میگی، هم وطنم خیلی ها بودن، اومدن اینجا از دست محمد، از دست اسلام، از دست جمهوری اسلامی به اینجا رسیدن، اومدن گفتن بذاریم مسیحی بشیم، حداقل این مسیح عشق و محبته. خدا رو شکر مسیح پناهندگی به این مسلمونا داد که این محمد و اسلام پناهندگی و کشور خودشون هم ازشون گرفت. شما چرا برادرم اینجوری فکر نمی کنی؟ قربونت برم، من که میدونم تو برادری هستی، خدا رو دوست داری، اما خب یک مزدوری، دست خودت نیست. اون مقدار پولی که داری میگیری دلیلی شده که امروز برفرض به خاطر اینکه الان دارن تشویقت میکنن سایبریا، میگن به به شد. نه عزیز دلم، حیفه، ولی من دوستت دارم، من عاشق تو هستم، برادر خوبم. یه خواهش ازت دارم، یه خواهش ازت دارم. تو جایی که ایستادی خیلی جای خوبیه در برابر من. من اگر اونجا بودم از تو خیلی بدتر بودم، چون من یه کشیش پیرمرد و توی سوئد از خونه خودم که خونه اون بود انگار بیرون کردم. برادر خوبم، اون برای من دعا کرد، منم دعا میکنم، میخوام الان برای تو دعا کنم. من میخوام برای تو، برای ارتش سایبری، برای سپاهی ها، برای بسیجی ها، برای آخوندا که قلبتون واقعا عشق خدا رو میخواد اما حقیقت رو نمیدونید، میخوام دعا کنم تو خدا رو بشناسی. پدر آسمانی، خدا قدوس، تو رو شکر میکنم برای این هموطن عزیزی که تماس گرفت. از تو میخوام در نام عیسی مسیح، خداوند او حقیقت رو نمیدونه، منم خداوند 25 سال پیش این حقیقت رو نمیدونستم که تو خداوندی، تو نجات دهنده یهوه، تو خدای حقیقی هستی که ذاتت محبت هست. از تو میخوام در نام مسیح این برادر منو ملاقات کن، حقیقت تو بر او آشکار شه، همون گونه که امروز زنگ زد خداوندا، بدون اینکه خدای قدوس بدونه، ای پدر این گونه سخن گفت، در نام مسیح خداوندا زندگی او رو تبدیل کن، زنگ بزنه و گواهی بده که به تو ایمان آورده. و همچنین بسیجی ها، همچنین پاسدار ها، همچنین مامورین اطلاعات سپاه، مامورین اطلاعات نظام اسلامی، آخوندهای خدا، حتی خامنه ای رو خدا تو با فیضت ملاقات کن، حقیقت تو بر آنان آشکار بشه خداوندا، توبه کنن و به تو ایمان بیارن. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین برادر عزیزم، برادر خوبم، مطالب بسیار هست ولی دوستت دارم، عاشقتم، من عاشق همه مسلمانان هستم، تا با فیض خدا نجات پیدا کنم. بریم با هم یه خط دیگه رو داشته باشیم. خواهر عزیزم فاطمه از ایران در خدمتشون هستم، بفرمایید. خواهش کنم. سلام، خسته نباشید. پاینده باشید خواهر فاطمه، بفرمایید. خسته نباشید. من 4 ماه ایمان دارم به عیسی مسیح. خواستم برام دعا کنید. 11 زنده باشه بازم. دخترم 11 سال ازدواج کرده، بچه دار نمیشه. من گفتم به شما بگم براش دعا کنید که خدا یه بچه‌ام به اون بده، ما خیالمون راحت شد. آمین با فیض خدا. بیکاره. میشه اسمش رو لطفا اسمش رو داشته باشم. اسم دخترتون رو بزنم. اسم دخترم مدیحه. بله حتما. خواهرم ایمان 4 ماهه شما چون به مسیح هست دیگه زمان نداره. شما یک ایماندار خوبی هستی. مطابق کلام خداوند، خدا سارای نازار و فرزند بشت به سن بالا، و مطمئن باش خداوند با فیضش با این چشم اندازت باشه، این چشم اندازت باشه. و من تا به امروز ده ها زن نازای که دعا کردیم خدا اونو شفا داده رو شاهد بودم، و ملیحه با فیض خدا یکی از اونها خواهد بود. هیچ نگران نباش. بله دست شما درد نکنه. آیا خواهرمون ملیحه به مسیح ایمان داره؟ نه هنوز ایمان نیاورده، بهش گفتم اشکال نداره. اگر پیش شماست خواهر اون ملیحه یا نیست؟ نه خونه خودش اینجا نیستش. اگر مایل بودن لطفا شما تلفن شبکه محبت رو بدید به ایشون،
مشروطه بر این که مایل باشن. من الان دعا میکنم، ولی میخوام براش مستقیم برای خودش دعا کنم. اگر همسرش شدم بودم میخوام برای هر دوشون دعا کنم. اونا نیز با فیض خداوند هم ایمان میارن، هم زندگیشون در سلامتی و شفا و فرزندان خواهد بود. بیاد پس با هم دعا کنیم خواهرم. لحظه لطفا چشماتون رو ببندید. بفهم اسم دامادتون چیه؟ اسم دامادم مهدی. مهدی جان همسر ملیه بله؟ نه یکی داماد دیگه هم. آه بله بسیار خوب، بسیار. بیاد بس با هم دعا میکنم. بیاد با هم دعا. خیلی متاسفم. به هر حال توی جهان بیکاری هست، همه جا هست، توی آمریکا هم هست. ولی وقتی افراد بیکار میشن، هموطن عزیزم اینو بدونید، به طور خاص سرزمین‌هایی که منابع و معادن دارن، طلا و نفت ندارن، حقوقی که میگیرن یه مقداری کمتر از حقوق خودشونه. بله. یه مقداری کمتر از حقوق خودشون هست. هیچکس گرسنه نخواهد بود. اما سرزمین عزیز ما ایران که در اسارت نظام اسلامی هست، متاسفانه این ثروت رو برمی‌داره، اسلحه می‌خره، به کشورهای دیگه می‌فرسته برای جنگ کردن. بیاد با هم دیگه خواهر فاطمه با هم دعا می‌کنیم. هللویای خود قدوس، هللویای پدر عزیزم. خداوند شکرگزار هستم به پاس محبتت، به پاس رحمت‌هات، به پاس اینکه خداوند فیض و تو هست که اجازه میده ما نزدیک تخت رحمت تو بشیم. تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم ملیحه. تو رو شکر میکنم برای ایمانش خداوند. او رو برکت بده خدا. به ایمانش برکت بده. و در نام عیسی مسیح خدا وجودش رو از روح مقدس خودت و خانوادهش رو لبریز کن. تو اعلام کردی تو و اهل خانوادت نجات پیدا میکنن. از تو میخوام ای خداوند مطابق فیضت فرزندانش رو ای خدای قدوس، عروس، داماد رو تو ای خدا بشارت بده ای خدا. تو اونها رو نجات بده. ملیحه عزیز رو به حضورت میارم، همسرش رو ملاقات کنی ای خدا و هر دو آنان را به حقیقت خودت مکشوف کنی و آنان را فرزندان عطا کنی برای جلال نامت. همچنین مهدی رو به حضورت میارم که او رو ملاقات کنی در نام عیسی مسیح. این خانواده رو برکت بدی ای خدا، برکت روحانی برای نجات و برکت مالی برای نیازها. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت خواهد. شما رو به دستان مسیح میسپارم. بنده دست شما درد نکنید. سؤال رو فراموش نکنیم هموطنان عزیز. اگر در منزل شما حکمی، سندی، نامه‌ای، مجوزی باشه که شما می توانید همسایه، پدر، مادر، دوستان، هموطنت رو به خاطر اینکه یک باور دیگه داره بکشید، آیا شما این حکم رو توی منزل نگه می دارید؟ این مجوز رو نگه می دارید و یا نه؟ من در انتهای برنامه حتما تو چند دقیقه آخر در این رابطه بیشتر صحبت خواهم کرد. پس خواهشم این هستش که رو این موضوع فکر کنید، فکر کنید، اندیشه کنید و همچنین سعی کنید که تو یک جایگاه درست خودتون رو قرار بدید. چه عزیزانی که مسیح ایمان آوردن و چه عزیزانی که هنوز قلبشون لمس نشده، این رو بدونید که خداوند مطابق فیضش میخواد عمل کنه و مجال این رو نده. هموطن عزیزم مجال این رو نده. روزها روزهایی هست که نظام اسلامی توی بدترین شرایطه. حالا این بدترین رو داره به شماها تحمیل میکنه. صاحب خانه ها، اون هفته مرز کردم، صاحب خانه ها رحمت داشته باشید، بیرحمی نکنید به هم دیگه. به جای اینکه با نظام اسلامی بجنگید، با مستجرت نجنگ. شخصی که کاسب هستی، داری شما کالایی رو میفروشی برای یک نیازمند، همین که میبینید دلار رفته بالا، برای دلار از اینم بالاتر خواهد رفت. شرایط ایران متاسفانه از این شرایط بهتر نخواهد شد، بدتر خواهد شد. شما این فشار رو روی مشتری نیارید، مگه اون درآمدش رفته بالا؟ خواهشم این هستش که این رحمت رو نسبت به همدیگه داشته باشید تا رحمت رو دریافت کنید. به جای اینکه با هم بجنگید، اسلحه خودتون رو، خشمتون هست، ترستون هست، فریادتون هستش، اون رو به طرف نظام اسلامی ببرید. یک بار دیگه عرض کردم، ایمانداران مسیح، مبارزه ما این گونه هست. محبت خدا رو معرفی میکنید. بر در و دیوارها بنویسید خدا محبت است. عزیزان ایرانی، با هوشیاری این رو بدونید
تا زمانی که نظام اسلامی هست، تا زمانی که اپوزیسیون اسلامی هنوز داریم که با عقیده اسلامی به فکر آزادی ایران هست، ایران ما آزاد نمیشه. اپوزیسیون اصلاح طلبی شده که رنگ روش عوض کرده، چه خارج چه داخل. خارج که دیگه خسته شده. پس هوشیار باشی، با هوشیاری تحت پوشش هیچ باور اسلامی آزاد ایران آزاد نخواهد شد. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو نیز بگیریم. خواهرم مریم از ایران در خدمتشون هست. بفهم درود بر شما رسول عزیز، خدا قوت. درود بر شما خواهر مریم عزیز، در خدمتتون هستم. بفرمایید. سلامت باشید. خواستم برای من و پسرم دعا کنیم. بعد پسرم خیلی تو خواهد این خواننده های امروزی و این چیزا قلبشو داده به عیسی مسیح. ولی خدا رو شکر، هللویا. آره، هر دومون 5 سال خورده قلبمون رو داریم، ولی فقط از طریق کلام خداوند که داریم ایمانمون استقا پیدا میکنه و قوت روح القدسی که به من داده خداوند. اسم پسرتون هم بگید مریم جان. اسمش مهدیه، خودم که مریم هم. بعد برای کارم هم دعا کنید. دو سال بیکارم، خانه دارم، مستجرم هستم. آجان دوست دارم تو ایمانم روشت کنم، دوست ندارم خطا کنم، دوست ندارم خدای نکرد که شاید چیزی کن باشه دارم به دیراهه. میخوام که آمین آمین که ایران آمین که حتما حتما. مریم جان میدونیم که توی دنیا وقتی که مردم توی جبر و یک نیازی قرار میگیرن مسلماً شاید مجبور میشن دروغ میگن، مجبور میشن خطا میکنن، همون گونه که شما فرمودید گناهی رو میکنن. اما چون ما مسیح رو داریم، مسیح به ما روح خودش رو داده، روح استقامت رو داده، روح صبر رو داده، از او باید مدام کمک بگیریم و نترسیم، در راستی بایستیم و اجازه بدیم خدا توی اون موقعیت ما عمل کنه و خود همین باعث یک برکت میشه، این یک گواهی میشه که شما در راستی ایستادی و خداوند تو رو دستگیری کرد. حتما دعا خواهم کرد. بیاید پس با هم دیگه هم برای شما هم بیا ایزم جان برای ازدواجم هم دعا کنیم، برای ازدواج آبد حتما حتما به فیض خداوند مهیا میشه آنچه که میخواهید نیکوست و میدونیم بنیانگذار این کانون خانواده خود یهوه خدای زنده ما هستش. پس بیاید به هم دیگه دعا کنیم. هللویا خدای قدوس، هللویا روح القدس عزیزم، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم پدر جان که خداوند دروازه عشق و محبت تو به روی ایرانی ها بازه. خدایا اگر تو رو نداشتیم چگونه میتونستیم دیگه امید داشته باشیم؟ چگونه می توانستیم با باور دروغین ای خدا پیش بریم؟ شکرگزار هستیم که نظر لطف تو و فیض تو بر ایران و ایرانیان ای خداوند قرار گرفته تا ایرانیان از هر باور دروغین رهایی یابند و اینک به تو ایمان بیاورند. اینک ای خداوند تحت همین ایمان من و خواهرم در برابر تخت پادشاهی تو زانو می‌زنیم و دیگر عزیزانی که با من در این دعا متحد هستند. از تو می‌خوام ای خداوند یک بار دیگه مطابق فیضت عمل کنی. خواهرم مریم رو به حضورت میارم، فرزندش مهدی رو به حضورت میارم که مطابق فیض تو خدا عزیزان رو برکت بدی، بپری روح القدس به آرامش، به هر نیازی، به هر حاجتی. به طور خاص برای ازدواج خواهرم میکنم که تو برای او اندیشه کنی. مهدی عزیزم رو ای خدا توی دستای خودت داشته باش، نیازهای او رو در نظر بگی، آرزوهای دلش رو ای خداوند و این خانواده رو چه نسبت به نیازهای روحانی، نیازهای مالی، عاطفی ای خداوند تو برکت بده و دیگر هموطنان عزیزم رو در نام پر جلال مسیح. آمین 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 که با ایمان دریافت کن خواهر، با ایمان دریافت کن عزیز. خواهرم آیا شما سوال منو شنیدید از تلویزیون؟ نه، میگم پسرم که آهنگ گذاشته بود متوجه نشدم. بله، سوال من این هستش، اگر شما در منزلت مجوز و یا سند و یا کاغذی نامه‌ای باشه که به شما اجازه میده خواهر و برادر و هموطنت که یک باور دیگه داره اونو میتونی بکشی، آیا شما اون کاغذ و اون سند رو توی منزلت نگه میداری؟ نه. بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم شما رو دستان مسیح. ممنون از فیض خدا باشم. هموطن عزیزم این رو بدون، در منازل شما از این کاغذها بسیار هست،
اگر در منازل ایمانداران مسیح از این کاغذ و از این برگاه هست، وای بر اونها. من سعی میکنم در این چند دقیقه آخر تلفن رو حتما جواب خواهم داد، اما به چند تا از اینها بپردازم. در منزل مسلمانان کتابی هست به نام قرآن که مطابق سوره بقره آیه 228 اعلام میکنه که زنی که سه بار طلاق گرفته دیگه نمیتونه به همسرش برگرده، تازه مرده طلاقش داده، نمیتونه، باید بره زن یه نفر دیگه بشه. در سوره محمد آیه 4 میگه مخالفین خود را گردن بزنید، این اجازه را داره به یک مسلمان میده. در سوره التوبه آیه 123 میگه دیگر باورمندان را بکشید، این مجوز را داره میده. سوره الاحزاب آیه 61، توبه 42، البقره 191 داره این مجوز رو میده. سوره نساء آیه 34 این مجوز رو میده، مردان زنان خود را میتونن کتک بزنن. تو هموطن عزیز ایرانی چرا این مجوز را توی خونت گذاشتی؟ و بسیار چنین آیات هستش. سوال من این هست، چرا شما یک اسلحه در منزلت گذاشتی که خواهرتو بکشی، برادرتو بکشی، همسایتو از بین ببری؟ و کشتن هم اینگونه نیست که فقط جان یه نفر رو میگیریم. وقتی که ما مطابق سوره النساء آیه 11 میدونیم که سهم یک برادر دو برابر هستش، وقتی که ما میدونیم مطابق سوره النساء آیه 24 زنانی که توی جنگ هستن حلال هستن برای مسلمانان و بسیار آیات دیگه در این رابطه هستن، کل قرآن پر از آیاتی است که بر علیه تو و بر علیه خواهر و برادر و هموطنت هست. چرا نگه میدارید؟ از این رو تصمیم جدی رو بگیرید. نظام اسلامی زمانی سرنگون میشه که افکار ایرانیان از باور اسلام سرنگون بشه. قرآن ها رو از خونه هاتون بریزید دور. یک قرآن در یک خانه مجوز مرگ یک برادر و یک خواهر هست، مجوز مرگ زنان هست، مرگ مردان دلیر و باخرت هست. قرآن ها را از منازلتون بریزید بیرون و نظام اسلامی را اینگونه خواهید ترسون و نظام اسلامی سرنگون خواهد شد. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو نیز داشته باشیم. آیا صدای منو دارید هموطن عزیز؟ سلام. خواهرم فاطمه، درود بر شما. بفرما فاطمه جان. سلام، درود بر شما. خاینده باشید خواهر خوبم. میخواستم برای پسرم دعا کنیم. اسمشون؟ اسمشون محمد هست. احساس میکنم که داره پسرم داره به راه خلاف میره، محتاط میشه. متاسفم فاطمه جان. شما که قلبتون شما قلبتون به مسیح دادید فاطمه جان؟ بله، یک سال و نیمی الان من به عیسی انجیل ایمان آوردم. واو، هللویا، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. آیا پسرتون محمد جان چی؟ اونم بله قبول داره، میگه من هیچ کس رو قبول ندارم، فقط خدا رو قبول دارم، اینجوری میگه. بله خب این بدبینیه که نظام فقط... اسلامی ایجاد کرده نسبت به خدا و حقیقت. اما اگر مایل بودن محمد جان، اگر مایل بودن من در خدمتشون هستم. دوست دارم برای خودش مستقیم دعا کنم. بهش سلام برسون، درود منو بفرست خدمتشون. اگر مایل بودن لطفاً الان با هم دعا میکنیم، اما اگر مایل بودن من در خدمتشون هستم. میخواستم از خواهش کنم بله براش دعا کنین. تو رو خدا بچم داره اینگاه احساس میکنم که داره مواد میکشه. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم، چیز بعیدی متاسفانه. ولی دخترم هم امروز خوش زنگ بزن. بله دخترم. اسم دخترت چیه؟ بفهم. اسم دخترم زهرا هستش. الان سر شام به من گوشه به مامان زنگ بزن بگو چی اون چیزی که تو قلبمه برام دعا کنه که بهش برسم. آمین آمین. اگر خواهر زهرا مایل بودن بعد از ما برنامه اون چند دقیقه دیگه تموم میشه. بله قبول دارن، ایشون قبول دارن، خدا رو هم قبول دارن. حالا من خوشحال میشم مستقیم برای خودشم دعا میکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای خانواده مثل شما. خواهرم فاطمه نترس، نگران نباش، محمد تو دست مسیحه. من اصلا به خانمایی که به آشنا دوستی دارم بشارت میدم، منتها میخندن به مسئله میکنن.
خب دیگه همینه، کلام خدا هم همینو میگه، میگه ما رو مسخره خواهند کرد اما نترس خواهرم، قوت خدا با تو هستش. خدا نه من نمیترسم، هر کیم حرف میزنه میگم نه من عیسی رو قبول دارم، محمد وجود نداره، امام حسین وجود نداره، از این حرفا میزنم میگن کفر نکن. نمیدونن اونا، نمیدونن، ولی وقتی که بهشون میگیم دیگه میدونن، دیگه محکومن. وقتی میدونن بیاد، ما 3 دقیقه وقت داریم، بیاد دقیقه دعا کنیم. هللویا هللویا، خداوند عیسی مسیح تو رو شکر میکنم برای این غیرت خواهرم، برای ایمان این خواهرم فاطمه. از تو میخوام در نام عیسی مسیح بیشتر از گذشته به قوت و قدرت روح القدس او رو برکت بدی برای بشارت. دست حفاظت و لشکر حفاظت فرشتگان تو اطراف خانه خواهرم باشه، از او حمایت کنه، کلامی رو که اعلام میکنه برای بشارت حتی یک کلمش بر زمین نیفته، بلکه آنانی که میشنون به تو ایمان بیاورن. دست حفاظت تو با محمد عزیز، زهرای عزیزم باشه ای خدا، آنان را برکت بده، محمد را ملاقات کن، حقیقت تو بر آن آشکار بشه و تو جلال یابی ای خدا در نجاتی که برای اون هست ای پدر. خواهش کنم آنچه که شروع کردی در این خانواده به کمال برسون، محمد را ای خدا از هر خطری از هر اعتیادی دور کن و تو جلال یابی ای پدر. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. شما رو به دستان پرجلال مسیح میسپارم. یک بار دیگه عرض کردم 2 دقیقه وقت داریم عزیزان برای آگاهی رسانی. به راحتی میتوانید لطفاً آنچه یک برگه درست میکنید، یک برگه این در از پشت رو، یک سمتشو بر فرض مثال یک آیه رو مینویسید، مانند آیه سوره توبه آیه 123 که میگه ای مسلمانان دگر باورمندان رو بکشید، بدید دست مردم. اون طرفش انجیل متی 5:44 که اعلام میکنه دشمنان خود را محبت کنید و برای لعنت کنندگان خود برکت بتربید، به نفرت کنندگان و جفارسان خود احسان کنید. یک سمت، حالا این آیه نمونه است، یک سمت یکی از این آیات قرآن که همه این آیات آیات پر از کینه و نفرت و ضد انسان و بشریت هست بنویسید، و سمت دیگرش رو آیه ای از عیسی مسیح رو بدید. ایمانداران، ایمانداران به مسیح، قرار نبود که ما اینجا سخن بگیم شما فقط بشنوید و از ما بخواید دراتون دعا کنیم. قرار این بود که شما ایمان به مسیح بیارید، به عنوان لشکر مسیح بر علیه قدرت تاریکی مبارزه کنید. ببخشید آنان را، ببخشید ما را که به شما گفتیم بشنید ما از ما درس بیاموزید و سکوت کنید. ایمانداران مسیح باید غیورتر از تمام اپوزیسیون سیاسی ایران باشند بر علیه این نظام اسلامی. در برابر کلیساهای بسته بایستید و از خداوند بخواید دعا کنید که کلیساها باز بشه. نمیگم مرگ بر کسی بفرستید، اما هوشیار باشید. سکوت هم نمیتونیم بکنیم، سکوت نکنید لطفاً. دلیرانه بایستید، خدا با شماست. بر در و دیوارها بنویسید خدا محبت است، بنویسید ما اسلام نمیخواهیم، زبدر بزنید روی اسلام. این نظام اسلامی رو سرنگون میکنه. نگاه به 4 تا اپوزیسیونی که اعلام دانشمندی میکنن اما 41 سال نتوانستن این نظام رو به پای زمین بکشن و بندازنش. نگاه به اونها نکنید، نگاه به یهوه خدای زنده کنید که مخالف قدرت تاریکی است بر روی کره زمین، از جمله بر سرزمین عزیز ما ایران. سکوت نکنید، خبر خوش نجات رو بدید تا ایران و ایرانیان آزاد بشه. با سپاس فراوان از شبکه محبت، از مدیران شبکه، از خداوند در انتها میخوام که خداوند ایران و ایرانیان را برکت بده. تو جلال یاب ای یهوه و ای خدای حقیقی، و قلب ایرانی ها را لمس کن به محبت، به عدالت، به رحمت، به حکمت خودت. ما ایمان داریم تو با فیض عمل میکنی، در نام مسیح آمین. فیض خدا با شما عزیزان باشد و بماند، آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام هم